بسم الله الرحمن الرحيم زميلا درنو استاذو خويندو رونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورزمو بخير مخي اي دروز يا خير سخنگویان بعضی از ارگانهای حکومتی و بعضی رسانه ها و مسئولین در جوان سکتور امنیتی در تلاش شدند و کوشش نمودند تا بیانات مرا تهمت و افترا جلوه دهند، آن را تحریف کنند و آن را غیر مسئولانه بخوانند. میخوام خیلی مختصر آنچه که در این مورد ضروری میدانم عرض کنم تا از هم عمل روشن و به گفتار و به گفتی عوام سلامت و ملامت معلوم شود. در کلام تمام افراد متذکره چند موضوع به تکرار به گوش میرسد. اول، عدم مشاوره و هماهنگی با حکومت. دوم، برخورد ارگانهای مسئول با قانون شکن. سوم، ملیشه سازی. دو توی در نمشوری او نه همدگی دعوی به حقل دوم روای چه در خطیز زون در ولیسی جرگی مشران جرگی او ولیتی شوراگانو کی در خلق و استازو در نمس خنیشتی صدور میشتی بخوا در ولیس مشر مشاور حاجی صاحب امامت تو حضور کی در ملی دفاع وزارت و مقر کی در امنیتی سکتو لوڑپوڑو چارواکو سرا جلسه در لودا چه در امنیتی تحدیداتو او حقو سرا در مقابلی در مناسب اولار و چارو در پیشندل و پاکل خبری وشوی او پریکل وشوا چه من در خلق و استاد و دند دادا ترسو خلق و سرا در مشوری سخو روستا وراندیز او برنامه تنظیم شی او بگد عملی شی ترسو دیسیم امنیت خوندی شی. من تو ننهار دولارو او پر گانو سر دلیتو کابتر او مشورو سخو روستا مدا فیصله بکرا چه دخمن دزا پلو پو مخا پلو زراورو بچیانو او اونو سر چه امنیتی ارگانو نکی به ملت مال سر او ناموس سخ دفاع کری بگر دخمن سر جگری دگرد او دانو وز خلق وای زما ده خبر نغرط مانا چه دیزایر ملی اردو زما اولاد ده، ملی پولیس زما اولاد ده، امنیت ملی زما اولاد ده. ما لوړپوړي ارګانونه ویلي دي، وزارتونه مې ویلي چې ظرفیت نه لري، زمونږ بچیان بې ځایه قرباني کوي، زمونږ بچیان بې ځایه شهیدان کوي. ما دا ښودلی دي، معذرت غواړم دې خبرې نه باید غلطه معنا وانخېستل شي چې ملي پولیس زما بچی ده، ملي اردو زما بچی ده. دغه زمونږ غرونه دي، زمونږ بچیان دي. ټول یوه خبره ده، په دې طرز کې مو سیمه ایزې ادارې سره هم مشوره وکړه او هم ټول حال مو شریک کړه، خو له بده مرغه چارواکي او په ټوله کې حکومت خپل تعهد په ځای نه کړ او دا فیصله عملي نه شوه. رئیس جمهور روی این موضوعات بحث نموده که در حدود ساعت چهار عصر روز دوم به این نتیجه رسیده که در حدود 2000 تن اهالی منطقه آمده و در تشکیل یکی از ارگانهای امنیتی تنظیم تسلیح تجهیز و تمویل شود. در مورد این هم به توافق رسیدیم که اگر امکانات حکومتی کافی نبود مردم از اسلحه شخصی خویش استفاده نموده و اگر ضرورت بود من حاجی عبدالظاهر قدیر سلاح دست داشتی خویش را جمع و اسلحه و مهماتی که خریداری خواهم نمود در اختیار قیام مردمی خواهم گذاشت تا دشمنان سرکوب دولت تقویه و مردم آرام شد. حالا من نمیدانم که گذشته از رئیس جمهور و رهبری سکتور امنیتی چه کسی یا ارگان حکومت نمایندگی می شود که با آن هم مشوره و هماهنگی می شود. دوم، دیر تکراری موضوع داده توی به خبرو که قانون ماتون کی سره د جدی برخورد گواهو زه د دغو خاغلو
او د جګړه د بادار یا د بادارانو څخه مختلف لرم چې څوک دی چې قانون ما او هغه ته شپکاوی کړی سما زوبیدلای او په وینو کې لټ پټ ولس چې د خپل سر ناموس خوري او مال څخه دفاع کوي او پاسیدلای او ای یا هغه کسان چې بې کفایتي او نه همغږي او یووالي له کبله زمونږ د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت تنکي او پر وطن مین سرتیرو او عام ولس د وحشي دښمن په لاس ذبح کیږي او په شهادت رسیږي یا هغه فاضل وزیر چې د قانون خلاف د وزارت په څوکۍ کې ځان سریخ کړی یا هغه فاضل ولسمشر چې دارنګه غیر قانوني وزیر ساتلی څوک د قانون ماتوونکی دی نن وزیر دفاع غیر قانوني نه دی دا د قانون اساسي ماتول نه دي دا پوښتنه رسول دا ته به څوک ورکړي زه حاجي صاحب پرون مې ویلي زه د ولس نماینده یم نه د ډاکټر صاحب اشرف غني نماینده یم نه د ډاکټر عبدالله نماینده یم نه د حکومت نماینده یم دا زما غږ و که دا خبره غلطه وي خو د ولس استاسو تاسو خو د هی قضاوت وکړئ خیر ده که نن په یو ورځ کې حکومت په دې وتوانېدلو دا دوه ورځو کې چې تاسې زر د بعضې دوستانو نظریاتو سره نه پوهېږم چې په شي تغیر کړو اقایون په شمول وزیر صاحب داخله باید تفاوت میان ملیشه و خیزش مردمی را بدانند من ملیشه نساختم بلکه مسئولیت رهبری خیزش مردمی را به دوش گرفتم مردمی که فرزندان رشیدشان گردن بریده شدن مسافران و بزرگان معززشان با مواد منفجره پارچه پارچه شدن طفل معصومش چند روزه آن با وحشت تمام دوباره شد ناموسشان مسئول نیست مال و داراییشان غصب و ضبط شده و در خانه خود باید با یک پاکستانی کرایه بدهد در خانه خود اشک خواهر و مادر و دخترانشان که خواهران و مادران و دختران همه ما هستند جاری است و حکومت هم به آن خاموشانه نظاره کرده اگر با خواستن ملت در مقابل ظلم ناروا وحشه و دشمن خونخوار ملیشه سازیه و قابل مجازات پس آنانی که در طول تاریخ برای حفظ ناموس ملی و تمامیت ارضی به پا خواستن و سر خیش را نذرانه کردن به شمول خیزش مردمی که منجر به جهاد مقدس علیه شوروی سابق و کمونستان شد ملیشه خطاب شده و قابل مجازات مجازاتن من یقین دارم که ملت رنجیده و شهید پرور افغانستان با من هم نوا هستند که چنین قضاوت و ملیشه خواندن این گونه خیزش ها و قیام ها در حق مجاهدت و شهادت این ملت جفای بزرگ است من ملیشه نه بلکه مجاهد هستم من ملیشه نیستم تاریخ من معلوم است من مجاهد هستم خو مجاهد این که از طلب نیستم مجاهد گرد میشه از خدا میخواهیم که جهاد کردیم از این سیاست مداران ما میخواهیم و آنانی که فرق مجاهد و ملیشه را نمیدانند و یا با مجاهد مخالفت دارند باید مطمئن باشند که ما مانند دائم که باب باشند که مانند دائم ناکام خواهند شد زد ملت منتخب استازه ایم گرد ملت در استاز و لخواه منتخب دمره نایب ایم حکومتی چرواکی سخو چرواکو سخو بارم چه دست تو موقفونو تا دی پام وکری او براتنون که تا اساسی قانون او سلوکی قوامینو دا احکام و پرانا که خپل اظهارات عیار کری بیا که حکومت دا خلق و دستونزو دا حل لپاره مسئولانه پاملارنه او اقدام و نکری نو دا افغانستان پر طول و ولایتونو که با مدنی حرکتونه پایشی دست پاسونونه چه هیچ چا بیساره نویلی داره امیدوارم رسانه ها این مباحث را بر مبنای واقعیت های برای اصلاح حکومت و آگاهی ملت شدید و رفع مسئولیت های مسلکی و ملی خیش به شکل کامل بدون تفریح به گوش همه برسانم با وجود این همه بازی ها من مایوس نمی شوم و حاضر استم که برای افغانستان سرفراز و این ملت غیور شهید پرور جان خود را فدا کنم امید روزی که اعضای حکومت تفاوت میان ملیشه و عاشقان افغانستان را بدانند دا زما او د ولس غږ دی چې دا سپېڅلې خاوره به د داعش او هر هغه بهرني او خرج شوي داخلي کسانو لپاره هدیره وي چې د افغانانو سر د سر دښمن او د ناموس د مال او ملکیت غلبي ډېره مننه
بعدی از کسایی که میخوان صحبت کنند 15 نفر هنوز هم مانده که در پیش روی نامشان امضا کردند که یک شنبه پیش خوانده نمیشه. اگر طرف یا آجنده بریم خوب است؟